کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک با برگزاری یک کنفرانس مطبوعاتی افشاگرانه در پارلمان کانادا تهاجم جنایتکارانه نیروهای مالکی و کشتار مجاهدان اشرف را قویاً محکوم کرد. در کنفرانس افشاگرانه در پارلمان کانادا، ریموند فولکو نماینده پیشین پارلمان و دیوید کیلگور شخصیت برجسته حقوق بشری و وزیر پیشین کانادا، رؤسای مشترک کمیته کانادایی دوستان ایران دموکراتیک و همچنین خانواده های مجاهدان اشرف، جامعه جهانی را به دخالت برای توقف حمله جنایتکارانه به اشرف فراخواندند. دیوید کیلگور طی سخنانی در این کنفرانس مطبوعاتی گفت بیش از 2500 نیروی عراقی با پشتیبانی زرهی و هومبی و سلاح‌های سنگین به ساکنان غیر مسلح اشرف حمله بردند. آیا این نوعی اجرای کنوانسیون 4 ژنو است که برای حفاظت از افرادی نظیر ساکنان اشرف می باشد؟ متاسفانه دولت آمریکا مسئولیتش در قبال کنوانسیون 4 ژنو و حفاظت از ساکنان اشرف را به دولت عراق محول کرد. همه ما که اینجا هستیم عمیقا به این نسبت به این موضوع نگران می باشیم. ریموند فولکو در این کنفرانس مطبوعاتی گفت علت این کنفرانس مطلع کردن مردم کانادا از این جنایت جنگی. دولت آمریکا مسئولیت حفاظت ساکنان اشرف را بر عهده دارد و باید به تعهدی که به آنان داده است عمل کنند. And if Ashraf residents gave up their arms, but on the other hand, the United States government did not protest. And so we are here in protest. And the people that you see around me are Canadian citizens, as I said earlier, who have family in Camp Ashraf, and I'd like to give a few minutes to them to tell you who their family is. You'll see on my right also photographs of people who have died in the last 36 hours. آنگاه برخی از اعضای خانواده های مجاهدین اشرف خواستار پایان دادن به حضور نیروهای نوری مالکی در اشرف و مداوای سریع پزشکان شدند. please intervene.